سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن ناصر شاهینپر پر هستم علاقه من بودم که برنامه رو حرفا رو صحبت ها رو ادامه بدم ولی یک هموطن ایرانی یک سالی برای من فرستاده و منم یکی دو برنامه است آمدم اینجا صحبت کردم و یادم رفته بود با عرض معذرت از این هموطن عزیزم که به سآل ایشون پاسخ بدم البته من ایمیل های زیاد و تلفن های زیادی به هم میرسه که اونهایی که از من تعریف میکنند و قدردانی میکنند همینطوری ازشون سپاسگزارم و نمیتونم به همشون پاسخ جداگانه بدم ولی اشخاصی که سوال میکنند یا نقدی رو مطرح میکنند از برنامه من اون رو من وظیفه میدونم که راجبش صحبت میکنم هموطن من که اسمشم نگفته یک نوار صوتی فرستاده و گفت، پرسیده که این آریایی چیست چرا یکی از رفقا یا یه دی از رفقای من به من میگن تو آریایی نیستی برو عقب نمیخواد حرف بزنی. البته من نمیدونم که این وطن سر شوخی رو با من داره یا رفقاش باش شوخی کردن و سر به سرش گذاشتن به هر حال من وظیفه خودم میدونم که سا این سوال رو جواب بسیار بسیار کوتاهی بهش بدم و اون این است که امروز روز در جهان امروزی راجب نژاد صحبت کردن پایین آوردن شعن انسانه اهانت به شعن انسانه و صحبت نژاد این که فلانی آریایی فلانی نمیدونم جرمن اون یکی چیه و چه اینها پشت سر گذاشته شده بشریت امروز به یک وحدت و به یک برابری مهمتر و اساسی تری رسیده و دیگه چنین اختلافی چنین تمایزی بین افراد بشر اصلا وجود نداره این حرف اول آخر من حالا اگر شما به دلایلی زبانت مثلا فارسی نیست چون من دیدم که صداد یه خورده هم لحجه داره مثلا ترکی حرف میزنی یا زبان نمیدونم درست تشخیص ندادم هیچ فرقی نمیکنه بحث آریایی ها قوم بسیار وسیعی است که در منطقه شمالی ایران بین دریای خزر تا دریاچه اورال و به سمت مشرق در سرزمین های آسیایی میانه این اقوام پراکنده بودند اون سکاها هم که به ما حمله میکردن آریایی بودند اشکانیان هم که آمدن حکومت در ایران گرفتن اونها هم آریایی بودند بسیار بسیار کسانی که بومی فلات ایران بودند قبل از مهاجرت آریایی ها اونها هم آریایی بودند بنابراین آریایی بودن و نبودن امروزه دیگه چیز مهمی نیست دوست عزیز نگران این حرفا نباشید بگذاریم برگردیم به مبحث اصلی خودمون من به اینجا رسیده بودم که تصمیم گرفتم که اول بگیم این در پادشاه صفوی چه اخلاق چه آداب و رسوم چه صفاتی داشتند نه به این دلیل که بخوام بگم که اینها آدمای بدی بودن اینها مشتی از نمونه خرواره چرا برای اینکه ما هیچ تاریخی نداریم که به ما بگه که مردم کوچو و بازار چگونه زندگی میکردند چگونه رفتار میکردند ولی در مورد اینها نوشته شده حالا اینها آدمایی هستند که قدرت فائقه دارن به مردم و از این قدرت هم بدیهی است که استفاده میکنند اما این استفاده ای که از قدرتشون میکنند اثراتی میگذاره روی مردم که خب اون وقت حال اون مردم یه مقداری زیادتر و بهتر شفاف میشه روشن میشه شاه تماسه بودشتم عرض میکردم خدمتتون که آدمی بود بسیار بسیار خصیس تنگ نظر از صبح تا شب میگرفت میشه دفاتر مالی خودش رو رسیدگی میکرد لباس کنهاشو میفرستاد به بازار میفروخت نیم خورده یه غذاشو میسوزند یا به آب میریخ یه کسی دیگه نخوره اونم یه اعتقاد خرافی داشت کارهاشو هم همه با استخاره انجام میداد از نظر هنری و علمی و این صحبت ها مورخین نوشتند که در جوانی علاقمند به نقاشی بوده و معلم نقاشی داشته البته این حرف درستم هست چون یه نامه هم نوشته به سلطان و عثمانی به سلطان سلیم که شما که دارید مسجد میسازید اجازه بدید که طرح قالیای اون مسجد رو من خودم طراحی کنم و بدم براتون ببافند و بفرستند نشون میده که به حال در کار نقاشی دستی داشته و در کار تصیب کتاب و خطاتی و ایده خطاتو در دربارش جمع کرده بوده و این هفت در اواخر عمرم همه این کالا رو راه میکنه و علاقمندی شدیدی به خرسواری نشون میده دیگه اسبو میگذاره کنار خرهای مصری متعددی براش درست کرده بودند و جلوپلاس ابریشمین زربافت و نمیدونم پالون مروارید نشان و و شاه میشه روی این خرا و دوروبر کاخای سلطنتی و باقای سلطنتی در قزوین گردش میکرده شاعر زمانه یا شاعر تنزگوی زمانه یا آدمی بوده به نام بوغل عشق یعنی کنیه شاعریش و بوغل عشق انتخاب کرده بوده اون شعر گفته راجع به این موضوع که اون شعره هست میگه بی تکلف خوش ترقی کرده اند کاتب و نقاش و قزوینی و خر خب به تنز این مطلب رو مطرح کرده حکایت از این داره که قضیه خرسواری ایشون درسته مالیات ها نمیدونم هدایای نوروزی و هدایایی دیگری به بحانه های دیگری که بهش میرسیده تمام اینها رو به شمشای طلا و نقره تبدیل میکرده و در قلعه های مستحکم نظامی اینها رو نگهداری میکرده و پی وستم فکر و ذکرش حفظ و حراست این نوع دارایی های شخصیش بوده که اگر این دارایه ها رو سیال میکرد در اقتصاد جامعه خب این دارای های فایده ای از خودش نشون میداد ولی این کار نکرد فقط این دارایی‌ها ها رو در انبار های مختلف حبس کرد یکی از مستشرقین یا بگم یه جهانگرد خارجی یک بار بردنش یک انباری رو بهش نشون دادن که میگه که من از تماشای این کیسه های سکه که رو هم دیگه چیده شده بود تا سقف رفته بود اصلا حیرت کردم اه حمام گرفتنش یک روز تمام طول میکشیده ناخون گرفتنش یک روز تمام طول میکشیده این اه آدمی بوده بسیار بسیار سبک نمیدونم با آرامش مطلق زندگی میکرده در چهارده سال آخر زندگیش به علت خصاصت به سپاهیانش پول نداده حقوق نداده و حالا که ما تاریخ رو میخونیم متوجه میشیم که این سپاهیان این قزلباش ها که چارده سال حقوق نگرفتن از کجا زندگی کردن بدون تردید اینها با خاطر داشتن اسلحه و به خاطر داشتن انتصاب به بزرگان و دربار و شاه و چه و چه رفتند از مردم اخاذی کردند و زندگیشون رو گذروندند یه کاری کردند به که این کار خلاف روال اقتصادی یه اقتصاد سالم بوده این رو هم ما داریم این گزارش رو از ایشون داریم ایشون 20 تا فرزند داشت 12 تا پسر و 8 تا دختر یکی از دخترانش رو پریخان خانم خیلی دوست می‌داشت به همین دلیل دخترش رو شوهر نداد گفت میخوام این پیش خودم باشه من این صفت رو در بعضی از زنهای قدیمی ایرونی هم دیدم که میگفته من چهار تا دختر داشتم سه تاشون رو شوهر دادم یکیشون برای خودم نگر داشتم که ایام پیری تنها نباشم این خب این این اخلاق این صفت میبینید همطوری میمونه تو جامعه حالا نمیخوام ردشو بگیرم مسئله مهمی نیست این پریخان خانم در امور سلطنت و امور اداره کشور با پدرش مشورت میکرده بنابراین منشه ظهور اتفاقات عجیب غریبی در آینده میشه خب ایشون پنجاه و خورده سال سلطنت کرد با این شرایط و مادر یکی از پسرانش یعنی هیدر میرزا یه سم مهلکی رو مخلوط داروی نظافت میکنه و ایشون هم اون داروی نظافت رو مصرف میکنه و دچار زخم بسیار مهلکی میشه و اون زخم ایشون رو میکشه با بدترین دردها و شکنجه ها ظاهرا ایشون چهار تا پنج تا زن گرجی داشته که بیشتر این پسرها از زنان گرجیه این رو هم من به شما باز عرض کنم مالیاتی که از گرجستان می اومده یه قسمتش عبارت بوده از صد تا دختر زیبا و صد تا پسر زیبا دختران زیبا رو می آوردن در دربار هر چند که میخواستن درباریان بر می داشتن. بقیه رو هم میفروختند و زلباشا می, می برای خودشون برای اینکه زن گرجی زیباترین زن بوده براشون پسرای اهدایی رو هم اینا رو خاجه می کردند و یه تعدادشون رو در قاطی خاجگان دربار و حرمسرا می کردند باز زیادی اینا رو می فروختند. نشانه هایی هست که قهوه خانه های یا چای خانه ها... چای خانه که همون هم قهوه خانه قهوه خانه های بازار قیصریه هر کدومشون یکی دو تا از این پسرای گرجی داشتن که لباسای دخترونه تنشون میکردند و میرقصیدند و جلب مشتری میکردند حالا دیگر چه مصارفی داشته خدا میدونه این بود البته باز من در زمان وصف شهباس به شما خواهم گفت که این پسران گرجی چه نوع مصرفی در قهوه خانه ها داشتند و مردم چه نگاهی به این پسرها داشتند بمونه سر جاش شاه تماس پسر بزرگش اسماعیل آدم بسیار بسیار شروری بوده البته پسر بزرگ بزرگش محمد میرزا بنا به سنت دوران صفویه این رو میفرسه از کودکی از 6 سالگی میفرسه به حرات که در حرات حکومت بکنه البته چون بچه بوده یه لله هم براش میگذاشته این کلمه یه لله همونیست که در گذشته در دوران خارزشاهیان و قبل از اون بک نامیده می شده بک هم معنی واقعیش در زبان ما زبان فارسی پدرخوانده است بچه رو او می برده که بچه رو بزرگ کنه تربیت کنه و اون وظایفی هم که به بچه از نظر حکومتی سپرده شده بود اون قزل باشه به عهده می محمد میرزا در سنین جوانی در حرات آبله میگیره و آبده میزنه به چشمش کورش میکنه البته نوشتن که شخصا هم قبل از کوری هم آدم با کفایتی نبوده حالا کور هم شده بنابراین از دایره سلطنت بیرون میره چون رس بوده که پادشاه کور نمیتونه سلطنت کنه به همین دلیل رقبای سلطنت رو کور میکردند پسر دوم ایشان اسماعیلامی بوده که بسیار بسیار شرور بوده یک بار شاه تماسب این پسر رو میفرسته به حکومت حرات که محمد میرزا و اینا رو از اونجا برداره بیاره این با یه باشی. این رو میفرسته به هرات با این حکم ولی همچین که میرسه به هرات شروع میکنه به توطئه کردن علیه برادرش و قصد کشتن برادرش رو داشته و اونها برادر نامه مینیسه به پدره که این آماده اینجا همه بساط به هم ریخته و قصد کشتن ماها رو داره شاه دستور میده که اسماعیل رو برگردونن در راه بازگشت به قزوین اون قزل باشی رو حالا من این اسامی رو دیگه برای چی به شما بگم یادشون میره شاه قلی سلطان گاهی اوقات من بدم نمیاد که این, قس... این اسامی رو یادداشت کنم به شما بگم برای اینکه خود این اسامی این اسم ها این نام ها نشان دهنده هویتیه برای آدم. اینا رو برمیگردونه ولی شاغلی سلطان در راه به قزوین نرسیده به قزوین فرمان میده که بکشنش اون رو میکشن اسماعیل که به قزوین میرسه این را هم تبعید میکنه به قلعه قهقهه در آذربایجان قلعه قهقهه قلعه نظامیه بسیار بسیار مستحکمیه ساکنین متعددی داره یه چند هزار نفری در اون قلعه ساکنند یک ایل رو هم میفرسته که دور تا دور قلعه محافظت کنن از قلعه و یه قلعه اونجا بوده که اون قلعه بان محافظ این شازده بوده و زمنن زندانبانش بوده چندی بعد خبر میرسه به شاه که اسماعیل پسر شما شمشای طلای شما را از بالای قلعه انداخته پایین یه عده صوفیان طرفدارش از عثمانی اومدند و اینا رو برداشتند که اینا رو به پول تبدیل کنن خرج کنن و لشکر آرایی کنن که ایشون رو به سلطنت برسونند شاه چهار نفر از سران قزلباش رو میفرسه به قلعه قهقهه که ببینه تحقیق کنن ببینن چیه اما این اسماعیل اینا رو که دارم میگم حوادث داخل درباره برای اینکه ما بفهمیم اینا چه جور آدمایی بودند هدف دیگری نداریم اسماعیل در داخل قلعه با همسر یکی از کارمندان قلعه محافظین قلعه رو هم ریخته بوده شوهر اون زن میره پیش رئیس قلعه و میگه که این موقع که من سر کار هستم میره تو خونه من و با زن من همبستر میشه قلعه بان که آدم بسیار قدرتمند و بانفوذی بوده میگه که این دفعه که رفت تو خونه منو خبر کن که ما بریم اونجا و گیرش بندیس به حال به این ترتیب در بستر زن اسماعیل رو گیر میارند و این قلعه بان حبیب و حروی همچین اسماعیل داشت مشت محکمی میزنه تو دهن اسماعیل به طوری که دوتا دندونای فک بالاش میریزه تو دهنش و پیوسته این دوتا دندون دیگه تا آخر عمرش نداشت شاه یه حیعتی رو فرسه از چهار نفر به قلعه قهقهه که رسیدگی بکنند که اینها این ماجرا چیه این چهار نفر از چهار ایل مختلف بودند از تکلو و افشار و استاجلو و روملو اینا میرن اونجا و یکی دو تا از این قزلباشا با قلعه بانه هم دست میشن دو تای تا دیگه از اسماعیل حمایت میکنه و کار اینا بالا میگیره اختلافشون بالا میگیره و بالا میگیره به طوری که نمیتونن نتیجه بگیرن که تقصیر کیه کار کار کی بوده چی شده بر می گردن پیش شاه و اختلافاتشون رو میارن پیش شاه در محضر شاه اینا تو سر همدیگه میزنن به طوری که مورخین نوشتن که به خود شخص شاه هم اهانت هایی میشه و موضوع هم بی نتیجه میمونه ناچارن شاه ایل استاجلو رو که یکی از ایلهای بسیار بسیار بزرگ و قوی این زمانه بوده میفرسه به دور تا دور قلعه ساکن بشن پنجاه تا قزل باش شخصی خودش هم از نزدیکان خودش رو میفرسه در داخل قلعه که از جان شازده محافظت کنن که دیگه کسی کتکش نزنه و هنشهوهنشه اون قلعهبانی هم که با مش زده بوده به دهن شازده اون هم خلعش میکنند از این پس یه تعداد از این ایلیات میترسند که حالا این اسماعیل یه روزی شاه بشه و بزنه همشون رو بکشه بنابراین با شاه شدن اسماعیل به شدت مبارزه میکنند یه تعدادی از این ایلیات طرفدار هیدر میرزا هستند پسر سوم شاه که پیوسته با شاه در تمام سفرها با اون میره و میاد در جنگها با او بوده در امور مملکتی با او بوده و در ایام بیماری هم پیوسته بالا سرش بوده حالا قلعه قهر رو رها کنیم برگردیم به قزوین در قزوین وقتی که شاه میمیره همین هیدر میرزا بالا سرش بوده بلافاصله با کمک مادرش که بازی خانم گرجی بوده کمربند سلطنتی رو میبنده به کمرش تاج تا سرش میذاره شمشیر پادشاهی رو میبنده به کمربندش و میگه من شاهم و یه دست خطی هم ارائه میده که شاه اسماعیل منو جانشین خودش کرده اون روزی که شاه اسماعیل مرده نوبت ایلاتی بوده که از دربار مراقبت و محافظت کنند و پاسداری کنند که مخالف هیدر میرزا هستند اینا طرفدار اسماعیل در نتیجه این مخالفین درهای حرم رو باز نمی کنند که طرفداران هیدر میرزا که حدود ده هزار نفر بودند و آمده بودند در قزوین و جلوی کاخ هم ایستادند و منتظرند که پادشاهی هیدر میزا رو بهش شادباش و تبریک بگن را نمیدن تو در هر چی این هیدر میگه در رو باز کنید بذارید اینا بیان اونا یه بحانه هایی میارن در باز نمی کنن. اما همینجا اون دختر با نفوز و سیاست مدار شاه تماسب پریخان خانم یه پیک میفرسته برای اسماعیل که تو شاه شدید و بیا هر طور میتونی بیا این گروه موافق اسماعیل هم گروه مخالف اسماعیل هم یه پیکی میفرستن به طرف قلعه قهقهه که فرمان بدن به قلعه بان که هر چیز زودتر اسماعیل رو بکش برای اینکه شاه مرده و اون نباید باشه که بیاد شاه بشه که اگه بشه ما بدبختیم این پیک با شتاب داشته میرفته به طرف قلعه قهقهه در زنجان میخوره به تیپ قزل باشایی که موافق اسمایلند از ایل افشار اینا این پک رو میگیرن میگن کجا میری چیه نامش رو میگیرن نامه می میخونن میگن ای دستور مر... آه... کشتن اسمایله یارو رو میگیرن میکشن نامش پاره میکنند و اسماعیل جون سالم به در میبره زمانی که خبر شاه مردن شاه میرسه به اسماعیل موقعی بوده که قلعبان و محافظین عمده قلعه رفته بودن به شکار در نتیجه اسماعیل با اون پنجاه نفر قزلباشی که شاه برای حفظ جانش فرستاده بوده حمله میکنند محافظین بقیه محافظین قلعه را میکشند و طرفداران اسماعیل هم میرسند به پایین قلعه و با شرط و شروط اسماعیل از قلعه بیرون میاد بعد از 20 سال در سن 20 سالگی رفته بوده به این قلعه حالا در سن 40 سالگی بعد از 20 سال حبس در یک قلعه میاد بیرون البته این حبس هم همچین حبسی نبوده در این قلعه تمام امکانات زندگی یه شاهزاده وجود داشته از می و مطرب و ساز و ضرب و وسایل تفریح و همه چی براش بوده و اما زندانی بود باز اسماعیل می ترسیده یعنی به همه این خبرها اطمینان کامل نداشتید شرط پیهایی میکنه برای حفظ جان خودش و از طرف از قلعه میاد بیرون و میره به اردبیل برای زیارت نیاکانش که از اونجا بیاد به طرف قزوین برگردیم به دربار قزوین شاه تماسب جسدش روی زمینه هی hey در میرزا گفته من شاهم در درا رو باز نمی کنن که بره تو برن تو طرفدارانش اما پریخان خانم درهای پشت که از استبر راه داشته مخفیانه باز میکنه و دشمنان حیدر میرزا رو راه میده و اونا میان در حرم شاهی جایی که هیچ قریبه نباید بیاد و جلوی مادرش حیدر میرزا رو با چاقو با شمشیر تیکه تیکه میکنن البته مادره که میخواسته بچه شاه بشه وقتی میبینه که قزل باشای دشمن وارد حرم شدن چادر سر شاه میکنه و پسرش قاطی زنا میکنه که اینا تشخیص ندن اما پریخان خانوم با چشمک و با اشاره چشم نشونش میده اونها میریزن سرش و جلوی مادرش میکشنش و سرش هم میندزن تو میدون که طرفدارانش که منتظرش بودن ببینن که این کشته شده و برن پی کارشون اونا میرن پی کارشون پریخان خانم سران قزل باشا رو جمع میکنه در دربار و میگه ما باید با هم متحد باشیم مملکت رو اداره بکنیم نظریم آشوب بشه تا اسماعیل برسه و همین کارم هم میکنند البته از موقعی که سر هیدر میرزا رو میندازن از دربار بیرون معلوم میشه که اسماعیل شاه شده اوباش و ارازل و نمیدونم اهالی بیکار شهر و باقیه قزل باشا میفتن به جون استاجلوها و هرچی استاجلو هر جا تو هر کوچه پس کوچه گیر میارن میکشند از بین پر میشه از اجساد ایلوتوار این استاجلوها حالا اسماعیل بعد از یک ماه میرسه به قزوین در قزوین استخاره میکنه که ساعت خوب کیه که بره داخل دربار ساعت ساعت تا یک ماه دیگه پیدا میشه در نتیجه میره در خانه شخصی پریخان خانم و بعد در خانه شخصی یکی از قزل باشای طرفدار خودش و ثبت میکنه که ساعت ساعت برسه و وارد دربار بشه اما در همین یک ماه که هنوز وارد دربار نشده هنوز تاج گذاری نکرده شروع میکنه به کشتن سران مخالفین دستور قتل یکی که ایلات و اشایری که با سلطنت ایشون مخالف بودن رو میده و گر و گر این آدما کشته میشن وقتی وارد دربار میشه اول کاری که میکنه محدود کردن همین پریخان خانومه میگه که زن نباید در امور سیاست دخالت کنه پدر من اگه این کاری کرده غلط بوده تو برو پیکارت شروع میکنه به محدود کردن امکانات شاهزادگی ایشون ندیمه از دورورش پراکنده میکنه خدمتکارانشو رو پراکنده میکنه خلاصه کار پریخان خانم میرسونه به جایی که در خارج از دربار در یه خانه معمولی بتونه یه زندگی متوسطی داشته باشه و زندگی کنیم اما ایشون یکی از منحوسترین یکی از خونریزترین آدمایی بوده که تا این تاریخ حالا از این به بعد بازم داریم و میاد درس این بین پادشاهان صفویه ظهور کرده یک سال و اندی ایشون سلطنت میکنه در این یک سال اندی یعنی چهارده ماه دوازده هزار نفر رو میکشه این کشتن ها به این ترتیب بوده نه دادگاهی نه قاضی نه محاکمه نه باز نبوده یه قزلباشی رو صدا میزده میگفته تو برو فلان کسو بکش من حکومت فلانجا رو بهت میدم به این ترتیب آدمای گنده رو میکشته آدم های سطح پایین رو هم دیگه با اجر و مواجب کمتری دستور میداده میکشتند تو این یک سال نه تنها دوازه هزار نفره میکشه گزارش شده که برای آزمایش تیزی شمشیرش نفر بغل دستی رو میکشته نفر بغل دستی حتما یکی از زعمای قومه یکی از بزرگون مملکتی در جلسات سلطنتی برای مشورت دور تا دور میشوند مردم رو که مشورت کنن در امور مملکت اگر کسی حرفی میزده که با نظر شاه موافق نبوده با تیر و کمون میزده یا رو, رو میکشته حالا وقتم تموم شد در برنامه بعدی برزتون میرسونم که چجوری شر اسماعیل از دربار صفوی کنده میشه فعلا شب روزتون بخیر